30 лет, рост 173 сантиметра, вес 66 килограммов ровно. 30 years old, he stands 173 centimeters tall, he's weighing at 66 kilograms even. His professional debut – это профессиональный дебют бойца. Он является чемпионом Афганистана по ММА среди любителей. Ladies and gentlemen, he is amateur MMA Afghanistan champion. Please welcome Мухаммад Махфуз. И его соперник в красном углу. And his opponent across the octagon, fighting out of the red corner. Бойцу 21 год, рост 185 сантиметров, вес 66,4 килограмма. 21 years old, he stands 185 centimeters tall, official weight 66.4 kilograms. Также профессиональный дебют, also professional debut, является чемпионом Таджикистана по ММА и тайскому боксу. He is Muay Thai MMA Tajikistan champion, representing Tajikistan, Chubby Latipov. And about the bell rings, your referee in charge, Jamshed Kayumov. Massing before, behind, off the back, don't step in the... دوستان عزیز، اکنون جفت دیگر است. من جفت دیگر رو نیز قبلا برای شما معرفی کرده بودم. در برای جومی لاتیپوف من در بالا قید کردم که او جایزه‌دار بازی های نزدی ساحلی در رشته موای تای است. چمپیون جمهوری تاجیکستان در رشته نیو فول کانتکت، همچنین موای تای. 21 سال دارد، رقیب 30 سال دوستان عزیز. هر دو در وزن 66 کیلو با 8 کنجا برآمدند. در برای جومی من میگویم که دوستان عزیز او چندین مراتبه در نمود موای تای، یعنی طریق دست و پای خوب کار میکند، خوب هنر نمایی میکند. حالا تحت راهبری اعظم خوکیروف مشق میکند. قبلا در تالار نیو فول کانتکت مشق میکرد برادری او زولفالی لاتیپوف، یکی از ورشکارونی خیلی هم نامدار که در رشته موای تای نیز بارها موفق گردید است. اکنون جومی طریق دست و پای خیلی ضربه های خوب دارد، اما من در پارتر کاری را ندیدم. این باری اول است که شاید بعد از آموزش در دست اعظم خوکیروف در پارتر نیز کار کردن برای موفق گرده باشد، اما طریق دست و پای خیلی هم هنری زیبا دارد. تجربه او در مسابقه های بین المللی خیلی هم زیاد است. ببینید چگونه شتاب نمیکند، یعنی مهارت بلندی او را من در رشته هم موای تای هم نیو فول کانتکت دو مراتبه من در مسابقه هایی که او شرکت داشت به واسطه در آنجا بودم و دیدم که بسیار هم ضربه هایش قوی است. او جایزه دار چمپیونات تاجیکستان است و همچنین ببینید دست و اکنون بله همون ضربه های دست و پای را من مستعد داده بودم، اما من در پارتر رو ندیدم کارش رو. شاید اینجا موفق گردد برای افتادن رقیب. بله اکنون چونکه در رشته کیک باکسینگ موای تای نیو فول کانتکت این نمادهایی هستند که جومی بارها برآمد کرده است و توانسته است که با جمهوری تاجیکستان مدال وارد نماید. حالا امکانیت 100% جومی برای سر وقت تسلیم کردن رقیب دارد، اما این ورزش است، پیشگویی کردن هم خیلی هم مشکل است که تا کجا موفق میگردد جومی لاتیپوف برای خوب کار کردن و متدی که رقیب را تسلیم نمودن. باید به این خاطر جومی خوبتر با کار رود. حالا خوب است حرکت هایش، نوست از آن که بله رقیب دوری میجوید. ببینید اکنون 100% امکانیت ضربه زدن و همین طریق میتواند رفری مرکزی در حالتی پای هم چند ضربه دیگر، یعنی رقابت را من نماید، چونکه بله اینجا من کردن ممکن است من کردن اونان که رفری در اینجا من کردن نتوانست که بعد از چون این ضربه های سلسله ضربه ها ببینید اکنون پرتوفتی خیلی هم جاربی جومی لاتیپوف و دوباره از کنون از موقعی که قرار داشت برای استفاده نمودن حصول ها جور رفیر آنده که ببینید اکنون جومی
نوبت دوم است که در موقع پیشتر قرار دارد و برای لادودنی دست اینجا کوشش میکند. لادودنی دست برای مؤثر گشته است و یا نه. ببینید اکنون باز هم تجربه غنی او در راستو کار کردن بسیار هم قناعت بخش است، اما در پارت رو کوشش دارد برای لادودنی دست. خیلی حالت عجیب، میتواند باز هم مستحکم نماید پای های خود را و دست را کار برد، اما رقیب نواست از این دست رو گرفتن. بله، او باید خوبتر مستحکم موقع خیش رو رقیب رو مستحکمتر نگاه دارد، وگرنه رقیب نیز از اینجا ضربه میزند. تسلیم گردیدن رقیب لحظه دیگر باقی مونده است شاید، اما باز هم نفس گرفتن رقیب آزادتر است چون که پای ها شاید مستحکمتر نیستند. لادودنی دست رقیب تسلیم نمیگردد. بله، یعنی پای رو باز هم مستحکمتر نمودن برای جومی لازم است. در اینجا شاید برادر او زولفالی لطیپوف که تجربه خوبی ورزشی دارد، آن اکنون برای لادودنی دست خوبتر باید کار برد. نه، در اینجا نیست، پای ها مستحکم نیستند. اکنون جومی باید مستحکمتر نماید پای ها رو چون که در حالت دیگر رقیب نیست، یعنی چون طرز نفس کشی آزادتر است خیلی مشکل است، یعنی این مستحکمی پای های جامی ها رو هم احساس نمیگردد. هر دو رو از جای برمیخیزاند ریفری برکس. اکنون امکانیت دیگر باز هم بالا گفتم جامی لطیپوف میتواند اصول های دست و پای رو بکار برد. دست و پای خوب است کار کردنش. من چندین ضربه های پویو را دیده بودم، چندین ضربه هایی که چون بله موایتای چی است؟ موایتای همون پویو است ضربه، پس کجا است جومی ضربه های پوی؟ بازانو ضربه زدن، ببینید حتی رقیب با اوجو میگذرد. نه وقت، بله راوند به انجام رسید. من از هنر جومی تو جو روزی نیستم. جومی دارد هنمون گوهره که در دل او محفوظ است، باید او رو به کار برد. استعداد خوبی ضربه زدنی رو دارد. ببینید در راوند اول حتی امکانیت داشت که رقیب رو تسلیم نماید، حتی رفیر میتوانست که اونجا ضربه رو، یعنی رقابت رو به انجام رساند، اما گشته و برگشته باز هم خسته گردیدنی جومی است. دوستان عزیز، ما امید بر راوند دوم داریم. در حالی که تکرار نیست مشاهده کردن ممکن است، اینجا باید از این کردارهایی که جامعه اشتباهی که در راوند اول بود باید دست کشم. جومی لطیپوف از بازی های نزد ساحلی که در تایلند برگزار گردیده بود در قطار محمد عبدالرحمنوف سید جلال سعیدوف، او برنده مدال بریجی همین بازی ها گردیده بود. همچنین در جمهوری اسلامی ایران چی در جزیره کیش و چی شهر تهران توانسته است که بارها، یعنی انا برادر او زولفالی لطیپوف که با سرای لباس ورزشی تاجیکستان درج گردیده است، اونیس مهارت بلند ورزشی دارد. من باوری دارم که در اینجا زولفالی لطیپوف برای میفهماند اشتباهی که جومی کرد باید در راوند دوم با این دست نزند، وگرنه خیلی بله زولفالی نیست با انگشتم باری دیگر میفهماند. جومی دیگر با اشتباهی که در آخر راوند کردید دست نزنید، دست کشید از این اشتباه ها و با تمام هستی مبارزه برید. خب، راوند 2 با قول زاگورسکی. اکنون راوند دوم آغاز یافت دوستان عزیز. در راوند دوم نیست جومی خود را بالیده میگیرد. حالا فاصله هست بین او و رقیبش، هرچند که تجربه جومی خیلی زیاد است از رقیب. من تا جایی میدونم در اینجا رقیب را چمپیون افغانستان گفتند و خلاص، اما جومی چون جهان دیده است، یعنی شاید پیروزی های مسابقه های بین المللی را چشیده است، پس باید
از همان تجربه غنی خیش استفاده برد. در تایلند جای گرفتن نه کاری آسان است. پس برای چی در تایلند اینقدر رقیبان پرزور رو مغلوب می‌نمایید؟ پس در اینجا باید با تمام هستی کار برد جمیل عطیپوف. جمی در یک جایگی با سنگالی مش میکرد. سنگالی جلیلوف، فرزندی میرزو جلیلوف که اونیست چندین مراتبه با تاجیکستان مدال آورده است. ببینید باز هم چسبیش رو جمی اختیار کرده است، شاید برای او موفق گردد برای افتادن رقیب، اما این نوبت علکی جمی خود را دورتر میگیرد. در حالی که امکانیت 100 درصد داشت و امکانیت زیبایی برای مغلوب کردن رقیب داشت و میتوانست که رقیب را مغلوب نماید. حالا ببینید نماینده افغانستان در یک وضع ناگوار جمی را داشته است، هرچند این نه اونقدر مرکب است، از این حالات برآمدن برای جمی امکانیت هست، اما باید باز هم سمت حرکت خیش را عموما جمی دیگر کند، تماما سمت حرکت خیش را دیگر کند، وگرنه با چنین مبارزه خیلی هم مشکل است پیروزی با دست آوردن. اما باز هم حرکتی کمتر. ببینید رقیب علکی با قول دیگر ایتام گرفته است از کم فاولی. آن اکنون ضربه های موایتایی جمعی همین است. بله اکنون دیده دوستانی عزیز، من نیز بالا گفتم که موایتای ورزشی بود که جمعی تجربه غنی دارد. هنمون ضربه موایتایی رقیب را از پای افتوند. می تواند که جمعی پر را این آباد با تمام هستی ضربه زند و رقیب را تسلیم نماید. دیگر از این حالت برآمدن رقیب این باخت جمعی است. این امکانیت نهایی است. بله امکانیت زیبا است که باید جمعی از این حالت رقیب را برای حرکت کردنی زیادتی دیگر امکانیت ندهد. ببینید ضربه های سنگین جمیل عطیپوف، تسلیم کردن رقیب خیلی کم باقی مانده است، خیلی کم و کم. بله دو حالتی است که میتواند رفر در اینجا منع کند رقابت را، اما من نمیدونم برای چی جمشید قیوموف. ببینید حالتی باقی کردن رقیب، جمی تجربه کمتر دارد، هرچند این خیلی با قول دیگر شانسی عجیب است برای مغلوب کردن و با قول دیگر بوگی کردن رقیب، اما جمی در پارتر نه آنقدر تجربه خوب دارد. او در راستو هنمون ضربه پای یا اینکه زانویی که در موایتای اکثر هم با کار میرود هنمون ضربه بود که رقیب را افتاند. نوبت دیگر جمی حرکت برای سلسله ضربه ها را انجام دادن. نوبت دیگر ضربه میزند و ببینید ضربه هایش قوی است و نماینده افغانستان از ضربه های سنگینی جمی لطیپوف تا جوی براحت شده است. اما برای جمی لازم است که در پارتر کار رو بیشتر آموزد. اینجا با چند ضربه دیگر جمعی است و سمت رقیب ببینید حالتی خوب است، میتواند که رفر در اینجا رقابت را معنا باید. نه برای جمعی اینجا نشان دادنی دیگر حرکت ها غیر امکان است، تنها باید کار را به سامان رساند. با چنین امکان دیگر رقیب تمام راوند نیز به انجام رسید. اکنون حالنامه داوران من باری دارم. حالنامه داوران پیروزی را به سمت جمی میدهند. در اینجا 100 درصد روشن است که جمی خوب کار کرد. جمی در انجام خوب کار کرد. در آخران راوند یکم و آغاز راوند دویم کارش غیر قناعت بخش بود، اما آغاز و انجام هم راوند اول و راوند دوم را بسیار خوب ثمرناک به کار برد.
زلفالی لطیف برای اون میگوید که این کار رو باید خوبتر با سمون رسندیم. من باوری ندارم که در اینجا امید هم نمیبندم برای رندی Президент Федерации ММА Таджикистана Пулот Назаров и представитель Олимпийского комитета Афганистана Дармал Лаху. خبر رسمی اعلام کردن غالب را، اما از روی نتیجه خالها جامی 100% در صفی پیش قرار دارد. И господа, по завершении двухраундового боя все три судьи одинаково оценили этот поединок 20-18. Ladies and gentlemen, after the end of action, all three judges are in agreement, scoring the same 22-18. Таким образом, единогласным решением судей победу одержал and your winner by unanimous decision, Чоми Латипа! Таджикистан. И аплодисменты его сопернику из Афганистана Мухаммаду Махфузу. Джоми Латипов дар инжо. Пирузиро бадас вар достони азиз. Бадас харакатҳои хубтар ки дар анҷоми раунд буд, имконият пайдо кард.